ما به هر حال ببینید یه نیاز داریم که یه اثر هنری ماندگار بماند، یعنی از دیواره زمان عبور کنه. آقای دکتر شفیع توی تاریخ ادوار مشروطه حرف جالبی میزنه، میگه گوش بدیم به دیوار زمان ببینیم صدای کی به گوش میرسه، و این نشان دهنده در واقع ذات و خلاقیت هنر خوبه. ما هم دوست داریم ترانه ها از نسلی عبور کنه به نسل دیگر برسه، اینو بهش میگیم ماندگاری. اگه حافظ رو دوست داریم، مولانا رو دوست داریم، به خاطر اینکه برای مصرف عامه ترانه نگفتن، افقهایی رو دیدن، رصد کردن، ضمن اینکه در روزگار خودشون هم طرف توجه بودن، از دایره زمان هم عبور کردن. بنابراین یکی از شروط خلق یک اثر هنری در موضوع موسیقی و ترانه بحث فایده گرا بودن معناست، یعنی معنا درک بشه، دریافت بشه، اثرگذار بشه، و غالبا اما ترانه های خوب رو هم با کلام یادمون میاد، چون موسیقی ایرانی به هر حال سازی آوازی بوده. ما ملتی هستیم که در کنار موسیقی آواز هم همراه بوده، حتی چنان در این مسئله مبالغه کردیم که گاهی اوقات موسیقی خدمتگذار کلام بوده، موسیقی ابزاری برای انتقال داده های کلامی بوده، همونطوری که شعر و زبان منظوم هم گاهی اوقات در جهت عرفان، آموزش ادب فارسی، خیلی از مسائل به کار رفته. علوم و بزرگان ما مثل سنایی و عرض کنم که گلشن راز، محمود شبستری و مولانا همه نشستن آموزه های عرفان رو در زبان شعر. بنابراین کلام برای ما خیلی مهمه، و بنابراین نیاز هست که به ماندگاری اثر فکر بشه، به عقلانی بودن. نکته ای که در ترانه روزگار ما الان به وجود آمده، نکته ای که به سمت سیر نزولی داره پیش میره، غالبا به ریتم توجه میشه و کلمه تنها نقش مکمل صوت، کلمه نقشی ساز رو بازی میکنه، نقش مثلا یه نی در گوشه کار که نواخته بشه، غالبا هم به مفاهیم و معانی توجه نمیشه، تعارض و تضاد وجود داره. در صدر تا ذیل ترانه میبینیم که ترانه نویس از یه موضوعی شروع میکنه، بعد دوباره خودشو نفی میکنه، دوباره اثبات میکنه، دوباره نفی میکنه، و این تناقض فقط به اعتبار هماهنگ شدن با ملودی و لحن اتفاق میفته. هیچ فکری این که این اثری که من دارم به شکل متن مکتوب هماهنگی صوتیه، چون بسیاری هم اتفاق میفته که از جهت معنایی و حس و حال هم ترانه در تقابل با ریتم و ملودی داره اتفاق میفته. بله، حتی گاهی اوقات خب تضاد هم داشته. بله. با ریتم و ملودی ترانه‌هایی داریم که کاملا غم‌انگیز از جهت متن، اما روی 6 و 8 نشسته.